اگه مصرف سوخت ماشین شما هم بالاست، این ویدیو مخصوص خود شما درست شده. توی این ویدیو 5 نکته کاربردی رو خدمتتون عرض می‌کنیم که به طرز چشمگیری مصرف بنزین ماشینتو پایین میاره. افتخار بده، در ادامه با ما همراه باش. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو حاجیان. هدف ما کاهش هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شماست. پس اگر اتفاقی کانال ما رو دیدید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده، لطفاً با لایک کردن به ما دلگرمی بدید. آقا، 5 نکته کاربردی که باعث میشه مصرف بنزین ماشینتون پایین بیاد. اولین مورد، فیلتر هوا رو آخرین بار کی عوض کردی؟ همه ماشین ها یک قطعه مهم دارن به اسم فیلتر یا صافی هوا. فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور ماشین نصب میشه. اگر این صافی کثیف بشه، حجم هوای ورودی به موتور کم میشه و نسبت بنزین به هوا به هم میخوره. در نتیجه ECU میاد پاشش بنزین رو بالا میبره. کثیف شدن فیلتر هوا از 10-15% مصرف بنزین شما رو بالا میبره. زمان تعویض این فیلتر حدود 10,000 کیلومتره، ولی اگر جاده خاکی یا مناطق روستایی یا آفرود زیاد با ماشینت میری، بهتره روی 5,000 تا عوضش کنی. وجدانن آخرین باری که فیلتر ماشینتو عوض کردی کی بوده؟ دومین کاری که برای کاهش مصرف سوخت باید انجام بدید، بررسی شمع‌های ماشینتون هست. اگر شمع‌های موتور فرسوده باشن، رسوب گرفته باشن یا نه کهنه شده باشن، جرقه زنی مناسبی به شما نمیدن و سوختی که وارد موتور میشه به طور کامل نمیسوزه. راندمان موتور پایین میاد، ECU هم میاد راندمان موتور رو جبران کنه، پاشش بنزین رو بالا میبره. رسوب گرفتن، کهنه شدن و فرسوده شدن شمع‌ها باعث افزایش 12-15% مصرف بنزینتون میشه. عمر مفید شمع‌ها به طور معمول حدود 30,000 کیلومتر هست، ولی بهتره روی 10,000 تا شمع‌ها رو باز کنید، تمیز کنید، فرچه سیمی بکشید و فاصله گپ بین الکترود و پلاتینشون رو فیلر بزنید. قبلا روش باز و بس، بررسی و فیلر زدن شمع‌های موتورهای مختلف رو خدمتتون عرض کردیم که لینکشو آخر همین ویدیو میذاریم، میتونید کلیک کنید و طبق اون انجام بدید. و اما سومین کاری که باید انجام بدید، تنظیم باد تایرهای ماشین هست. اگر فشار باد لاستیک ها کم بشه، مصرف سوخت ماشینتون از 15-20% زیاد میشه. کم شدن باد تایرها باعث بالا رفتن اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده میشه و موتور باید گشتاور بیشتری تولید کنه تا به سرعت مورد نظر شما برسه. تصور کنید سوار یک دوچرخه کم باد شدید. چقدر برای حرکت کردن با اون دوچرخه باید زور بزنید؟ برای ماشینتونم همین شرایط صدق میکنه. پس لازم هست شما ماهی یک بار باد تایرهای ماشینتون رو بررسی و تنظیم کنید. چهارمین موردی که برای کاهش مصرف سوخت باید انجام بدید، بررسی صافی بنزین ماشین هست. همه ماشین ها یک قطعه مهم دارند به اسم صافی بنزین. فیلتر بنزین در مسیر سیستم سوخت رسانی از باک تا انجین ماشین قرار گرفته. توی بعضی از ماشین ها مثل پراید داخل موتور نصبش کردن. توی خیلی از ماشین ها مثل محصولات ایران خودرو زیر اتاق ماشین بین چرخهای عقب نصب شده. توی برخی از مدل ها هم داخل باک قرار گرفته، مثل تیبا کویکس آینه های جدید یا برخی از مدل های هیوندا و کیا. کثیف شدن این فیلتر باعث میشه که فشار بنزین پشت انجکتورها پایین بیاد و ماشین شما در دور موتورهای بالا دچار افت توان و قدرت بشه.
در نتیجه راننده به صورت کاملا ناخودآگاه برای رسیدن به سرعت مطلوب خودش پدال گاز رو بیشتر فشار میده، بین 10-15% مصرف سوخت رو بالا میبره. زمان تعویض فیلتر بنزین رو شرکت‌های سازنده اعلام می‌کنن، ولی با توجه به کیفیت بنزین بهتر روی 10,000 تا عوضش کنید. حتماً از مارک‌ها و برندهای خوب و استاندارد استفاده کنید. مورد بعدی که باید انجام بدید، همین الان تشریف ببرید وسایل اضافی که توی صندوق ماشین دارید بردارید. خیلی از دوستان طبق عادت وسایل اضافی زیادی رو توی صندوق ماشینشون نگهداری میکنن، از موتورجوش و جعبه ابزار بگیر تا پیکنیک و منقل و چادر و مسافرتی و قلیون. به ازای هر 50 کیلو اضافه بار، ماشین شما بین 3-5% بنزین بیشتری مصرف میکنه. پس این لوازم اضافی توی ماشینتون رو بردارید، اجازه بدید این خودرو یه ذره سبک بار باشه. نکته مهم بعدی که رابطه مستقیمی با مصرف بنزین شما داره، سبک و مدل رانندگی شماست. بعضی از دوستان زیاد از پدال گاز استفاده میکنن، گاز ترمز گاز ترمز، یعنی مدل رانندگی پرشتابی دارن. رانندگی پرشتاب نسبت به رانندگی یک نواخت 10% مصرف سوخت بالاتری داره. استفاده از کروز کنترل و رانندگی یک نواخت در جاده و مسافت‌های بالا باعث کاهش 10% مصرف سوخت شما میشه. ممکنه ماشین شما فیلتر بنزین تمیزی نداشته باشه، یا شمع‌های کهنه‌ای روی ماشینتون نصب باشه، یا از اون ور صافی هوای ترتمیزی نداشته باشه. میبینید روی صافی هوا 5% افزایش مصرف سوخت دارید، روی فیلتر بنزین 3% دارید، به خاطر شمعتون باید 10%. همینطور اینا روی هم جمع میشه، میبینید مصرف سوختتون نسبت به یک ماشینی که این مشکلات رو نداره 20-30% بالاتر میاد و باید پولتو دور بریزی. پس لازمه به این نکاتی که خدمتتون عرض میکنیم توجه کنید. این نکاتی که تو این ویدیو خدمتتون عرض کردیم رو روی ماشینتون انجام بدید و نتیجه رو کامنت کنید که آیا روی مصرف سوخت ماشین شما تأثیر داشت یا نداشت. هدف ما کاهش هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شماست. پس اگر اتفاقی این ویدیو رو دیدید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک کردن باعث دلگرمی ما میشید. انشالله هر جای این دنیای زیبا که هستید شاد و پیروز باشید. دمتون گرم.